رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام دوستان، با یکی دیگه از داستان‌های رادیو ممنوع با شما هستم. این داستان بر اساس حقیقت بوده و قضاوت واقعی بودن و نبودن این داستان به عهده شما عزیزان میباشد. من سمین هستم، 15 سال دارم، با مامانم پریجون زندگی میکنم. مامانم خیلی جوان بود و زیبا. من هم تازه خوب و بد دنیا رو داشتم میفهمیدم. یه روز به مامانم گفتم مامان چرا من مثل همه پدر ندارم؟ مامانم گفت سمین عزیزم، پدر چند سال پیش فوت کرده. من نمیفهمیدم فوت یعنی چی. خلاصه مامانم توضیح داد که عزیزم یعنی رفته پیش خدا. من دوست داشتم داستانم رو خیلی کوتاه برای رادیو ممنوعه بنویسم، چون 2 ماه پیش من این داستان رو ارائه داده بودم و هنوز گفته نشده بود. عزیزان، ما وضعیت زندگی خوبی نداشتیم. مادرم به هر دری میزد تا بتونه زندگی من و خودش رو تامین کنه. من دیگه یه دختر 15 ساله بودم. نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی حقیقت رو باید بگم. چشمای عسلی داشتم، موهای بلند و چهره گندمگون. هر کسی که منو میدید محو زیبایی من میشد. مامانم سعی میکرد بیشتر پرستار بچه‌ها یا خانم‌هایی که نیاز به جمع کردن دارن قبول کنه. یه روز از مامانم یه نفر خواست که پرستار یه خانمی که سنش تقریبا بالا بود رو قبول کنه و پرستارش بشه. مامانم رفت و قرارداد 6 ماهه بست. گفت من یه دختر 15 ساله دارم. اونا قبول کرد. ما رفتیم توی اون خونه پیش اون خانم که خیلی ثروتمند بود و در رفاه بود. خونشون تو الهیه بود، ساکن شدیم. یه اتاق به من و مامانم دادن. اون خانم 2 تا پسر داشت و یه دختر. مامانم هم همونجا اسنویسی کرد و منو دوره راهنمایی که میخوندم ادامه دادم. یه روز یه آقا که حدود 50 سال داشت اومد دیدن خانم محسنی، یعنی همون خانم که مامانم پرستارش بود. یه آقای خیلی مؤدب با کلاس بالا. با مامانم کمی حرف زد و خیلی خوش‌اندام بود. گفت پسر دوم خانم محسنی هست. منم بعضی اوقات از اتاق بیرون می اومدم و کمک مامانم می کردم. اون روز اومدم برای اون آقا چای و میوه آوردم. بسیار مورد تعریف و تمجید ایشون قرار گرفتم. اسمشون مجید بود. موقع رفتن آقا مجید منو صدا زد، گفت سمین خانم، البته نمیدونم درست میگم یا نه. گفتم بله درسته. گفت میشه شماره موبایلتون رو بدین؟ من گاهی کاری داشتم با شما تماس بگیرم. من گفتم آقا مجید من موبایل ندارم. گفت باشه، ایرادی نداره. فردا من دیدم زنگ آیفون به صدا در اومد و مامانم رفت در رو باز کرد. یه بسته رو از پست برام اومده بود، سمین مولایی. مامانم با تعجب بسته رو گرفت و اومد پیشم. گفت سمین شما آدرس به کسی دادی یا اسمتو؟ گفتم با تعجب نه. مامان من با کسی آشنایی ندارم. روی بسته نوشته شده بود هدیه مجید به سمین. بسته رو باز کردم، یه ورق کوچیک روش نوشته بود این موبایل هدیه به شما. من فهمیدم کار پسر خانم محسنیه. به مامانم گفتم. گفت دخترم ایرادی نداره، حالا ببین چی میشه. خلاصه گاهن این موبایل زنگ میخورد و من جواب میدادم. مجید بود، حال احوال میکرد. یه روز گفت سمین جون من از شما خیلی خوشم اومده، امکان داره که فردا بیام دنبالتون و کمی با هم دیگه بگردیم؟ خیلی شوکه شده بودم. آخه این آقا حدودا 20 سالی از من بزرگتر بود. به مامانم گفتم. گفت سمین جون اگه قبول نکنی اینجا منو از کار بیکار میکنن. خب برو عزیزم، ولی خیلی مواظب خودت باش. من قبول کردم. فردا آقا مجید با یه ماشین شاسی بلند شیک اومد دنبالم. رفتیم کمی گشتیم. آقا مجید گفت سمین جون تو دختر زیبایی هستی. من شما رو که دیدم خیلی ازتون خوشم اومده. افتخار دوستی به من رو میدید؟ گفتم آقا مجید من هنوز خیلی سنم کمه، یعنی با شما دوست بشم؟ گفت خب چی میشه؟ پرسیدم شما متأهل نیستید؟ گفت چرا، تأهل من با شما چی کار داره؟ من یه ویلای زیبا تو لواسون دارم، خالیه. در هفته 2 روز بیا اونجا با هم باشیم. من خیلی تعجب کرده بودم. میگفت من عاشق چشمای عسلی شما شدم. با مامانم مشورت کردم. گفت عزیزم من چیکار کنم؟ حالا برو ببینیم چی میشه. خدایا باید چیکار میکردم؟ قبول کردم. مجید ازم خواست بریم صیغه محرمیت بخونیم که دوچار مشکل نشیم. من هم به ناچار قبول کردم و هفته 2 روز با مجید رابطه داشتم. مجید برام هدیه های سنگین میخرید. منم بدم نمیومد. یه روز احساس کردم خیلی سرم گیج میره. به مجید گفتم. اومد رفتیم دکتر. گفت آزمایش بدید. آزمایش دادم. فردا که رفتیم جواب
گرفتیم من حامله بودم. آقا مجید بسیار ناراحت شد. گفت باید شما بچه تو کورتاژ کنیم. من بچه نمیخوام. من فقط معشوقه میخواستم چون از زندگی خودم هیچ دلخوشی ندارم. با هزار مصیبت ما رفتیم در یه بیمارستان به طور مخفیانه من بچه‌مو انداختم. خیلی هم مادرم شوکه شدم. دو روز من در بیمارستان بستری بودم که کسی نفهمه. مامانم اومد به دیدنم و تا شب پلون بود. رفت. پرستار شیفت شب اومد گفت شما همون سمین هستی؟ اسم مامانت پری هست؟ گفتم بله. گفتم شما منو از کجا میشناسی؟ گفت اگه امشب بیدار باشی من میام برات خیلی چیزا رو میگم. خانم پرستار که اسمش پروانه بود اومد و گفت من پدرتو میشناسم. پدر شما برادر من هست. من عمه شما هستم. مامانت به برادرم خیانت کرده. برادرم طلاقش داده. برادرم در معدن مهندس بود و الان مریضه. روی ویلچر میشینه. ازش خواستم آدرس پدرمو بده. آدرس گرفتم و به دیدن پدرم رفتم. پرستار داشت نمیذاش به پدرم نزدیک بشم. میگفت آقای مولایی فرزند نداره. به هر مصیبتی بود رفتم تو بهش گفتم من دختر تو هستم. خیلی بهت شبیه هم. گفت من عقیم هستم. مادرت به من خیانت کرده. من ازش خواستم که تو رو خدا آزمایش دی ان ای بده ببین من بچه‌تم. اون مرد با یه اخمی و پرستارش من از اون خونه بیرون کردن. ولی پرستارش دنبال من اومد و شماره موبایل منو گرفت. بعد یه هفته به من زنگ زد. گفت آقای مولایی گفته که لطفاً شما بیا بریم آزمایش ببینیم که آیا آزمایش دی ان ای شما با آقای مولایی میخونه یا نه. من رفتم پدرم با سردی کامل آزمایش داد. یه هفته بعد منتظر شدم. دوباره موبایلم زنگ خورد. پرستار پدرم بود. گفت دخترم بیا که اشتباهی اینجا پیش اومده. آقای مولایی میگه آزمایش دی ان ای شما با ایشون میخونه. من پیش پدرم رفتم. پدرم گفت من کارمند معدن بودم و با مواد پتروشیمی سر و کار داشتم. عقیم شده بودم و چقدر خوب که تو رو پیدا کردم. پرستار پدرم گفت حال پدرت خوب نیست و از شدت ناراحتی چیزی به زندگیش نمونده. من داستان خودم و مادرم رو برای پدرم تعریف کردم. پدرم ازم خواست که برگردم و وکیلش رو صدا زد و اموالش رو به نام من و مادرم زد و بعد از 3 هفته پدرم از دنیا رفت. من مادرم رو از خونه خانم محسنی و محسنی ها نجات دادم و پدرم با کوله باری از ناراحتی وجدان با دنیا وداع کرد و من و مادرم عاقبت به خیر شدیم. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.